اولین وسیله را که در سلاید شما روش بحث شده تقویه کننده سیگنال یا ریپیتر است. ریپیتر. ریپیتر. تقویه کننده سیگنال یا ریپیتر گفته عبارت از وسیله می باشد که برای تقویت سیگنال ها معلومات در یک شبکه کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. و یک تصویر هم ازش گذاشتم که سیگنال ها آمده سیف شده. خب بچی معنا گاهی وقت نیاز به این میفته وقتی ما در شبکه ها از وسایل مختلف استفاده میکنیم تا یک مسیر را اینا طی میکنن، اما بعدش که مسیر طولانی میشه سیگنال ها ضعیف میشه. شما یک چیز را چی کردین؟ تجربه شده دارین؟ نه؟ گاهی وقت تلویزیون هایی که کیبلی هستن، کیبل که دارن، کیبل برش که میگم شبکه های تلویزیونی را به کیبل به تلویزیون نصب میکنیم، یا بدون از او امی شبکه های معمولی که با استفاده از آنتن ما در تلویزیون وصل است، نه؟ میبینیم گاهی وقت پرده تلویزیون ما نشته میشه نو سیگنال، نه؟ نشته میشه نو سیگنال. ای بچی معناست؟ سیگنال ها در مسیر ضعیف شده، نرسیده. اینال اونا دوباره باید تقویه شن که برسن. هرگاه سیگنال ضعیف میشه وقتی که گیرنده میگیره او قابل خوانش نمیباشه. در شبکه ها چی میشه؟ وقتی که اطلاعات از یک سمت مثلا از نتورک A فرستاده میشه به نتورک B، در مسیر اگر طولانی شد سیگنال ها تا یک حد را پیش میرن، از او به بعدش چی میشن؟ اینطور ضعیف میشن. ما در اینی وسط نیاز به چی داریم؟ ریپیتر داریم که سیگنال های ضعیف شده را دوباره تقویه کنم. وقتی که ریپیتر بود حالا چی میشه؟ این سیگنال های ضعیف شده دوباره پس حالت اول خود تقویه شده را میگیره و برای این که منبع است و اون مقصد است ارسال میشه. این چی میشه؟ مقصد با اون شکل درستش ارسال میشه. اگر ریپیتر در بین نباشه اینی سیگنال ها به این شکل که رسید اینجا قابل شناخت نیست، نمیشناسه بر ما چی رسیده، پس باید ما ریپیتر دست کنیم. ریپیتر ها معمولا گفته در شبکه های اینترنتی استفاده میشن که از کیبل کوکسیال کار میگیرن، مسیر که طولانی میشه در بین ریپیتر میگذارن. و نکات دیگه که یادآور شدن گفتن که در اینترنت شبکه اینترنتی ما بیشتر از 3 ریپیتر نمیتونیم استفاده کنیم. دلیلش هم این نیست که باید استفاده نشن، دلیلی است که میگه شبکه باید با کیفیت باشه دیگه، که در هر قدم ما نیاز به یک ریپیتر نداشته باشیم که سیگنال های ما رو تقویه کنم. و موضوع دیگه است که مثلا یک تعداد کیبل های مثلا کیبل STP تا یک فاصله محدود را تعیین میکنم، وقتی که فاصلهش تکمیل شد بازی چی میشه؟ ضعیف میشه. در اینجا ما ریپیتر نصب میکنیم. به هر حال ریپیتر نوع دیتا را نمیشناسه. ریپیتر نمیفهمد که دیتایی که در اینجا ضعیف شده ای فریم است، پاکت است، سگمنت است، چی است؟ این نوع نمیشناسه. چیزی را که ریپیتر میشناسه او چی است؟ بیت های 0 و 1. 0 و 1 ضعیف شد، پس اینمی 0 و 1 را باید تقویه کنه، دوباره ریفرش کنه که اونا تازه شدن و دامن ببرسن. این موضوعاتی بود که راجع به ریپیتر بس کردیم. مثلا این امیال مدتش نشدم نه؟ باید او بخورم. ریپیتر است اون نیاز به ریپیتر دارم نه؟ در غیر از اون سیگنال ها ضعیف میشن نه؟ نمیرسن. بریم به وسیله بعدی ما. هب آمده دیگه این چیز در اینجا نداریم. این وسیله هب ما. هب چیست؟ هب گفته وسیله که به منظور وصل کردن کامپیوترها در یک شبکه محلی استفاده می شود.
یکی از خصوصیات چه گفته؟ گفته آدرس نمیشناسه. به خاطر که آدرس نمیشناسه، ترافیک به این منظور گفته ترافیک و تصادم در دهب بیشتر میباشه. بیاین این رو ساده تر بسازیم که چطور؟ هب یکی از نتورک دیوائس های ماست. وظیفه هب چی است؟ وصل کردن کامپیوترها ۱، ۲، ۳ در بین چی داریم؟ هب. این کامپیوترها با استفاده از هب با هم وصل شدن. این وظیفه هب است در شبکه. کامپیوترها رو با هم وصل میکنن. هب تقریبا در قدیم بیشتر استفاده میشد، حالا بیشتر از سویچ ها استفاده میشه، به دلیلی که ما در هب با یک مشکل روبرو هستیم. مشکلی که هب داره چیست؟ هب در سلاید هم گفته آدرس رو نمیشناسه. فرض کنین که یک شخصی که سواد نداره. من یک شخصی هستم سواد ندارم. برای من یک نامه رسیده. پشت سر نامه هم آدرس ها نوشته است. برای من داده شده که ایره ببر در فلان خانه در فلان شماره ایره تسلیم کن. حالا که من سواد ندارم این نامه را چطور ببرم؟ چی کار باید باید بکنم؟ فکر میکنم خب دمو کوچه خود رسیدیم. حالا ایره من در کدام خانه باید بتم؟ مربوط کی بود؟ چون پشت سر ازی همه چیز نوشته است. اما من خوانده نمیتارم. میگرم امی نامه را یک کپی میگرم. از این نامه کپی میگیرم، میرم در امی کوچه که هستم، در تمام خانه ها یک یک نسخه توزیع میکنم. میگم بر شما نامه آمده، بر شما نامه آمده. در حالی که نامه ما برای یک نفر آمده بود. ببینید من اینجا چقدر کار اشتباه کردیم. یک کار اشتباهی من این بود که محرمیت اطلاعات ما از بین رفت. همگی خبر شد که در این نامه چیست. کار دوم چیست؟ اما چی میگن؟ از یک نامه کپی کردم، نامه های زیاد ساختم و برای همه ارسال کردم. یک تصادم مثل که در شبکه ها میگیم، یک تصادم ایجاد کردم با این کار، با این کاری که کردم. چون ما آدرس را نمیشناختم، رای دیگه نداشتم. هب در شبکه ها به این شکل کار میکنم. زمانی که برای هب یک پیام میرسم، کامپیوتر یک به دو میخواهد که شخصی یک پیام ارسال کنه. اما با کامپیوتر سه. کامپیوتر دو ازی باید بی خبر باشه. کامپیوتر دو نفهمه که گپ چیست. این نامه میاد به هب. هب چی کار میکنه؟ این نامه رو گرفت دوباره. این برش میگن با اصطلاح کامپیوتر برش میگن که برادکاست میکنه. برای همه گی روان میکنه. چون خوانده نمیتونه. برای ازی هم روان میکنه. بر ازی هم روان میکنه، بر ازی هم. در اینجا دو مشکل عمده با وجود آمد. چند مشکل؟ دو مشکل. یکی ترافیک بسیار بیر باشد. ترافیک زیاد شد. کل شبکه مصروف است. چون یک نامه برای همه گرفته. کل شبکه مصروف شد. ترافیک زیاد شد. یک نقص. نقص دو چی شد؟ تصادم یا کلژن با وجود میاد. وقتی که در یک جای فرض کنین در یک جاده ترافیک زیاد میشه، خب معلوم درست که در اونجا تصادم هم با وجود میاد. و محرمیت اطلاعات ما در اینجا دیگه در نظر گرفته نشد. همگی دید که در این پیام چی بود. اینایی که کارشان نیست، این جواب نمیده. ای که کارش هست باید جواب بده. جواب از این باز هم برای همگی ارسال میشه. این نقص هب بود. به این خاطر حال از هب استفاده نمیشه. دو نوع هب داریم. یکی هب اکتیو است. یکی هب پاسیف. یا که هب فعال و هب غیر فعال. فرق هب فعال و غیر فعال دیگه است که اگر هب ما از نوع فعال باشه، ای به حیث ریپیتر یا تقویه کننده هم کار میکنن. یعنی به این معنا که برالاوی از این که ای یک هب است میتونه یک ریپیتر هم باشه. با برق ضرورت داره. غیر فعال کس فقط یک هب است.
غیر فعال فقط حبس ریپیتر نیست و برق نیاز نداره. در تصویر ببینید یک شکل است، حبس کامپیوتر آخری اطلاعات ارسال کرد، آلی با تمام پورت های خود چی کرد؟ اطلاعات برادکاست کرد، همگی دریافتند که چی بود. به این دلیل آلی بیشتر از حبس استفاده نمیشه و وسایل دیگه ما که سویج است، راوتر است، بریج است، اینا را بعد جلسات بعدی بس میکنیم. میریم روی خلاصه جلسه امروز ما. ما در این جلسه، در جلسه چندم ما شد، سوم و چهارم، سوم ما میشه. در این جلسه ما روی اجزای ارتباط با شبکه ها بس کردیم. گفتیم که ما در اجزای ارتباط با شبکه ها سه چیز داریم. کدام سه چیز؟ پروگرام ها بود، وسایل بود و سومی ما چی بود؟ پروگرام ها، وسایل و پروتکل ها. پروتکل ها را گفتیم مجمع قوانین که باید قانون را با وجود بیاره تا همه ارتباط بگیره. وسایل را گفتیم که وسایل ما اند یوزر دیوایس است و نتورک دیوایس است. وسایل شبکه است، وسایل نتورک. وسایل ببخشید، وسایل استفاده کننده و وسایل نتورک. وسایل استفاده کننده رای است که ما از طریق ازو بتونم به شبکه وصل شوم. وسایل نتورک وسایل است که ما از طریق ازو بتونم از یک جا به جای دیگه اطلاعات ارسال کنم، مسیرها را انتخاب کنم، سیگنال ها را تقویه کنم، کامپیوتر ها را با هم یا اند یوزر دیوایس ها را با هم وصل کنم. چند نمونه شما دیدیم که ریپیتر بود، هاب بود، سویچ بود، راوتر بود و غیره. با ریپیتر آشنا شدیم، گفتیم در صورتی که امی سیگنال ها ضعیف میشن نیاز به ریپیتر داریم. بعدش هم با هاب آشنا شدیم که هاب وسیله است که انت یوزر دیوایس ها را با هم وصل میکنه اما آدرس را نمیشناسه. ما در نتورک دو وسیله داریم، یکی انتلیجنت دیوایس است، یکی نان انتلیجنت. یعنی که بدری برش بگویم دیوایس های لایق، دیوایس های تنبل. دیوایس های لایق او وسایل هستند که آدرس را میشناسن، دیوایس های تنبل یا نالایق او دیوایس های هستند که آدرس را نمیشناسن. دو نوع هب داشتیم، هب فعال و هب غیر فعال. و انشالله که در جلسات بعدی روی دیوایس های متباقی که ماندن بس خواهد کردیم. برای فعلا در ختم جلسه هستیم. سپاس.